اسلحتو بنداز. گفتم بندازش. دستتو بذار پشت سرت. از جا تکون نخور. دستتو بیار جلو. چه خبر داشته گلم؟ جورش کردی؟ خوبه، همه چی حاضره؟ دمت گرم. ایول داداش، جون دلم، چی تو سرت میچرخه؟ چیز خاصی نمیچرخه، چشماهو نون در میارم. هر شب میری بیرون، صبح مثل دزدا زیرزیرکی میای تو. امیدوارم تو دردسر نیفتی. من دردسری بزرگتر از یامانگونالتای ندارم از اول عمرم. تو هواشو داشته باشی برای من کافیه. مراد بودو بریم. چی شده پسر؟ داداش پلیسا ریختن تو سالن. چی داری میگی تو؟ والا نمیدونم، من که سری در رفتم، حتی گوشی من بر نداشتم. بودو بریم. حواست به بابا باشه. سفر باز چه خبر شده؟ بابا در رو باز کن. بچه اون توه، در رو باز کنی. ارگین برو بچه رو بیار. نمیخوام من اینجوری ببینم. حرف نزن ارگین، بهت میگم برو بچه رو بیار. بابا پسرم عزیزم، نترس بابا. بابا نمیدونی چقدر ترسیدم. چرا درو باز نکردی؟ نترس عزیزم، تموم شد، نتونستم، معذرت میخوام. ببین تو با عمو پلیسا برو، من بعدم میام باهات حرف میزنم. باشه عزیزم، برو. بیا بابا. پسرم نگران نباش، برو، من اینجا، نگران نباش. نترس عزیزم. شما شکایتی دارین آقا؟ بابا درو وا کن بابا، من میترسم. درو باز کن بابا. با شما هم جواب بده، شکایت داری یا نه؟ ندارم. چی؟ کرم چی میگی؟ مردی که میخواست به چلی کنه. شکایت ندارم یعنی چی؟ اون رو اسلحه نکشیدم، می اسلحه اون نبود. پس اسلحه مال کیه؟ با شما هم اسلحه مال کیه؟ دیوانه. کرم این گوشی رو بردار. من اسلحه رو یه گوشه از رختکن پیدا کردم، داشتم میبردم بذارم تو دفتر که یهو اون اومد و دعوامون شد. نه چنین چیزی نبود، من بهش حمله کردم، عصبانی بودم. کرم چی داری میگی؟ راستشو میگم عمه، من بهش حمله کردم، اون یه مشتم بهم نزد. من شکایتی ازش ندارم. بگذاریم، بررسی پلیس مشخص میکنه اسلحه مال کیه، اگه مجوز داشته باشه. سرکار مشکلی هست؟ شما کی هستین؟ من صاحب این سالونم. موضوع چیه؟ ما منوز نمیدونیم، وقتی اومدیم تو دست این آقای اسلحه بود. اسلحه؟ ب...
اینا چی میگن؟ خودش که میگه موقع نظافت اسلحه رو پیدا کرده. اسلحه مال شما؟ من از توپ و تفنگ سرم نمیشه سرکار. اصلا بچه های اینجا اهلش نیستن. من اینجا ورزشکار پرورش میدم. فرات دستت درد نکنه. تو سالنم اسلحه هم پیدا شد. چیز دیگه هم هست؟ ها؟ چی هست؟ بابا آخه جلو این همه آدم هنوز نفهمیدیم چه خبر. به تو چه؟ بابا دخالت نکن. برای اینکه جناب عالی آبرومونو ببری دیگه قراره چی کار بکنی؟ برنامه بعدت چیه؟ آقا آروم باشین. خانم از طرف بهزیستی اومدن، وضعیت رو بررسی میکنن. فرات بلوک باشی شما این درسته؟ بله منم. میخواییم با شما و گنش جداگانه حرف بزنیم. البته در خدمتیم، اما چرا؟ به بهزیستی گزارش شده که توانایی رسیدگی مادی و معنوی به پسرتون رو نداری. برای بازرسی اومدیم. از چه حرف میزنی خانم محترم؟ متوجه نمیشم. به خاطر وضعیت شما و سونا خانم اومدیم وضعیت رو از نزدیک ببینیم و با شما و پسرتون حرف بزنیم و گزارشش رو به بهزیستی میدیم. درباره مراحل بعدی دادگاه تصمیم میگیره. دادگاه؟ درباره چی تصمیم بگیره؟ باور کنی نمیفهمم چی میگین. جریان چیه؟ اینکه حضانت پسرتون به دولت واگذار میشه یا نه. حضانت پسرم به دولت واگذار میشه؟ کرم کجایی؟ تو سالن یامانی ماموتنسل. آی خیلی خوب بابا، بس دیگه، فهمیدیم سرحات. آف بی پدر مادر بزرگ شدن، آی تو پرورشگاه بزرگ شدن، بس دیگه حساسیت پیدا کردن، بس. قصه که تعریف نمی کنم مجلا، اینا واقعیتن. خیلی سختی کشیدیم، به خصوص داداشم. آی خدا، داداش عجب گیری کردیم ما. باز حرف چرخید رسید به داداشای داداش. واقعیته، داداش سر آدم منت نمیذاره، کاری که کرده رو به رخ آدم نمیکشه. اوف آی موچلا، اینطوری که نمیشه بابا، انگار هفت پشت غریبه است. یعنی خیلی داریم داداشو نادیده میگیریم. خب به هم بر میخوره. سرحات باز اعصابمو خرد نکن. چی کم گذاشتیم ها؟ ما کیو نادیده گرفتیم؟ چی میگی تو؟ قراره تا آخر عمرمون اینا رو رو کولمون سوار کنیم؟ اصلا میخوای خونه رو خالی کنیم بیان بشینن اینجا، ما هم با بچه‌ها بریم تو پارک بخوابیم؟ ها چطوره، نظرت چیه؟ ای موچلا این چه حرفیه؟ زبون تو گاز بگیر. سرحات چیه این دست اون دست میکنی ها؟ به اون طفل معصوم چی دارن میگن؟ هر سوالی دارن از من بپرسن، از من. پسر من مریضه، تحمل اینا راحتی رو نداره. آقا لطفاً آروم باشین، روال قانونیش اینه، خودتون که شنیدین. من اینا سرم نمیشه، فقط یه چیزو میدونم، اینکه کسی نمیتونه پسرمو اصلا بگیره. آقا بس دیگه، یکم آرومتر. قفقاز آروم باش پسر، کی گونهشو از ما میگیره؟ کی میتونه بگیره؟ تو کاریت به این کارا نباشه. به چی کاریم نباشه ظفر؟ مگه نشنیدی؟ حالا رفته شکایت هم کرده. با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردم کم بود، حالا اینم اضافه شد. قص بس دیگه، ببین چی دارم بهت میگم، تو فقط بهم اعتماد کن. چی میگی ظفر؟ فرات بس دیگه، اعصابتو کنترل کن. 7 ساله داری تقاص همین یه دندگی و خشمتو پس میدی. اون موقع نتونستی خودتو کنترل کنی، زندگی هممون سیاه شد. ببین اون پسر تو یه پدری، اگه نتونی اعصابتو کنترل کنی زندگی اونم سیاه میشه. کرم پاشو ما بریم بیرون. گنش جان یه سوال ازت دارم، شما برای چی اینجا میمونین؟ شما خونه نداری؟ داریم، اما تو آرتوینه. اولش خونه عمومینا موندیم، اما زنمو منو نمیخواست. البته منو دوست داره ها، ولی خونهشون کوچیکه، برای همین نمیخواد. باش دعوا نکنی. بعد از عموتینا یه راست اومدین اینجا؟ نه، بعدش رفتیم یه جایی مثل هتل. قبل از ما هم ملوان زبل اومده بود اونجا. از کجا فهمیدی؟ چون بوی خیلی بدی میداد، از بابا پرسیدم، گفت بوی اسفناجه. پس دیواراش نم زده بود. آره میدونم،
اما لطفاً به بابا هیچی نگو. منم دلم میخواد فکر کنم که مال اسفناجه. خب بعدش چی شد گنش؟ چرا از هتل در اومدی؟ پولمونو دزدیدن. بعدش ما رفتیم تو زیر دریایی. زیر دریایی؟ آره، یه جایی هست که به آدم پول میده، کارتتو میذاری پول میده، دکمم داره. داره کابین ATM اونو. بله درسته. بابات گفت اونجا زیر دریاییه؟ آره، اگه میخواستی میتونست کشتی هم باشه، اما زیر دریایی قشنگتره. یه عالم هم ماهی دیدیم، یه ذره خیس شدم اما عیب نداره. خب تو اون زیر دریاییه چقدر موندی؟ تا صبح اونجا خوابیدیم، البته با یه عالمه ماهی خوابیدیم. گنش جان، اگه یه بار دیگه این سوالا رو ازت بپرسم، بازم همه رو یکی یکی به هم میگی، مگه نه؟ هیچی رو ازم قایم نمی کنی. اول پا میشی میای اینجا باهاش دست به یقه میشی، بعد جلوی پلیسا ازش دفاع میکنی. تو زدی به سرت؟ اونجا تعریف کردم که دعوا رو من رو انداختم، مشکلی نیست. مشکلی نیست چیه کرم؟ اون مرد روز اسلحه کشیده بود. بابا اون اسلحه نکشیدم، اون اسلحه خودم بود، ربطی به اون نداری. اسلحه رو من آوردم. خوب شد؟ راضی شدی؟ نه خیر نشدم. یعنی چی؟ منظورت چیه کرم؟ اسلحه رو من آوردم یعنی چی؟ مگه تو اسلحه داری؟ اون از کجا آوردی؟ پیدا کردم دیگه، گیر نده. سونا، اینجا چه خبره؟ تانسل، درست به موقع اومدی، تو رو خدا یه چیزی به این بگو. مرتی که رو کرم اسلحه کشید، اما کرم میگه اسلحه مال من بود. سونا خانم، تشریف بیارین، یه امضا لازمه. باشه، الان میام. بعدن دربارش صحبت میکنی. خب سونا خانومم اومدن. کجا رو باید امضا کنم؟ اینجا رو. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا اومدی؟ جوش نیار استاد. سونا نامزد میکرمم، پسر دوستم. یه مشکل کوچیکی داریم، اومدم اونو حل کنم. من خوب میدونم تو مشکل رو چطور حل میکنی. یلا نامزد تو بردار، پسر دوستت همینه هاش. بفرمایی دیگه هم پاتا تو این سالون نمیذاری. تموم شد دیگه میتونم برم؟ البته سونا خانم، حکم دادگاه برای شما هم میاد، به عنوان شاکی و شاهد پرونده باید تو دادگاه شرکت کنی. البته، خیلی ممنونم. شب بخیر. سونا، مشکلی نیست، بسپار به خدا. چیه؟ چی میخوای؟ مشکل تو چیه؟ به خاطر گنش. نمیخواستی پسرت زنده بمونه؟ درمانش میکنم. حالا با وجدانت میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم، تو بگو. تو این مورد از من با تجربه تری. درست 7 سال پیش داداشمو کشتی، وجدانت دست از سرت برداشت؟ نه، حتی یه ثانیه. بیا بریم دیگه. سری میای خونه، با حرف دارم. کار دارم، باشه بعد. یعنی چی کار دارم کرم؟ گفتم میای خونه. منم گفتم باشه بعد. بذار بره یکم آروم شه، معلومه استرس داره، بعدن حرف میزنی. بذار بره چیه تانسل؟ نمیبینی چه خبر بود؟ بابت اسلحه باید توضیح بده. شرمنده، ولی اون اسلحه من بود. چی؟ آره درست شنیدی، اصلاً من بود. اومده دفترم زیرزیرکی برداشته. چی داری میگی تانسل؟ دیوونه شدی؟ سونا آروم باش، مجوز داره، نگران نباش، حلش میکنم.
حالا چی میشه؟ نگران نباش سونا، درستش میکنم. بیا بیا دیگه. گانش، صبح بودو بودو میام اینجا پیشت، همه با هم صبحونه بخوریم، قبوله؟ بابام اینجا تنها میمونه خاله؟ اون همون ظفر بی مصرفت پیششه، نگران نباش. مسلی، من دم در منتظرم، بچه رو بردار بیار، زود باش. باشه بابا، تو برو، ما میریم مگه نه؟ این وقت شب یه دختر جوان تنها نمیذاری مگه نه؟ بیا پیشم که مراقبم باشی، باشه؟ آخه چطوری، من بچه‌م. مگه تو یه قهرمان نیستی؟ قهرمان بابامه، من کاپیتانم. پس آقای کاپیتان، باید کاپیتان بودنتون رو ثابت کنید. بیا راهو بهمون نشون بده. اسلحه رو گوشه یه رختکن پیدا کردم، داشتم میبردم بذارم تو دفتر که یهو این اومد با هم دعوامون شد. نه خیر، همچین چیزی نبود بابا، اون اسلحه رو من نکشیدم. اون اسلحه خودم بود، ربطی به اون نداری. عزیزم خوبی؟ آره خوبم. تانسل جانم، قفقاز به پلیسا گفت اسلحه رو تو رختکن پیدا کرده. که چی؟ خب اون میتونست کرم رو لو بده، چرا همچین کاری کرده؟ مشخصه سونا، میخواد رومون تأثیر بذاره، هم رو ما هم رو کرم. این کارو کرد که شکایت تو پس بگیری. عذاب وجدان داری مگه نه؟ با خودت میگی دارم بچه رو از باباش جدا میکنم. سونا، همه این کارا به خاطر گنشه. تو باعث میشی گنش بتونه زندگی کنه. امروز رفتم پیش قفقاز بابا، چیزی نمونده بود بهش شلیک کنم. منی که قسم خورده بودم مثل تو قهرمان شم، نزدیک بود مثل اون قاتل شم بابا. بابا بهت قول میدم بابا، خودم رو کنترل میکنم به هر قیمتی که شده بابا، به هر قیمتی که شده. من میرم تو اون رینگ مثل یه بوکسر واقعی مبارزه میکنم. بهت قول میدم بابا، من اون کمربند رو بر میگردونم، قفقاز چی کار میکنی پسر؟ آروم باش، آروم باش، چی کار میکنی؟ یواشتر، آروم باش، آروم، و درست فکر کنی. پسرمو میگیرن زفر. چی میگیره بابا؟ کور خوندن، نمیتونن مشکل حل میکنی پسر. چطور حلش میکنی؟ چطوری زفر؟ مبارزت با گرجی یادت رفته؟ همه چی گفتن؟ گفتن قفقاز شکست خورد مگه نه؟ گفتن ناکوت شد، گفتن امکان نداره از جاش بلند شه، نگفتن؟ خب تو چطور پشدی؟ یادت رفته پسر جون؟ همچین بلند شدی که انگار هیچ وقت نیفتاده بودی، بازم همین کارو میکنی. ببین داداش من، تو بلند میشی، ما با هم دیگه چند دفعه تا حالا بحران رو رد کردی. قهرمان، مبارز، به خاطر گنش، به خاطر پسرت، فقط یه مبارزه. بابا، حالت خوبه؟ آره خوبم، چجورم؟ پلیس میره توی سالن، از سالن اسلحه در میاد و من خیلی خوبم نسلی. ببین،
من بچه ها رو از کوچه خیابون و پرورشگاه جمع میکنم میارم توی سالن، مگه نه؟ خب هدفم چیه؟ برای اینکه سراغ جرم و لاتبازی نرن، بیان ورزش کنن، اون کینه و نفرتی که این همه سال تو دلشون جمع شده رو تخلیه کنن. اما آقا چی کار میکنه؟ تو سالن اسلحه میاره و پلیس هم میاد. بابا خواهش میکنم، بچه میشنوه. ببین نسری، من قفقازم تو خیابون پیدا کردم، اونو جای پسر خودم گذاشتم، بزرگش کردم، برای زن گرفتم، فقط ازش خواستم به جای فکر پول یا کمربند با عشق به خود ورزش قهرمان بشه. انتظار زیادیه، اما اون چی کار کرد؟ روز به روز کثیف و کثیفتر شد، تو باتلاق گیر کرد. حالا هم که درگیر اون مردی که کی؟ اون مردی که تنسل جرمش هیچ، اصله آوردنش هم هیچ، پلیس کشوندنش هم هیچ، دعواهاشون هم هیچ، حالا این مردی که تنسل رو انداخته تو دامنم. فعلا به مامان تینا چیزی نگو، بی خودی نگرانش نشن. تانسل چی شد؟ مشکل دیگه ای که نیست هست؟ بابت همه چی ممنونم. این چه حرفیه میزنی؟ خیلی شرمندت، به کرم حق میدم که نتونه اعصابشو کنترل کنه، اما این که بخواد تو رو به خطر بندازه قابل قبول نیست. ببین، میخوام اینو آویزه یه گوشت کنی، من هم نامزد تو هم پدر دوم کرم، شما یادگار و امانتهای نجدتی، و تا وقتی زندم عزیزترین کسای زندگیم تو و خانوادت این تو هم همه تو. سونا بگو ببینم تا این وقت شب کجا بودین بچه ها؟ یکم کار داشتم مامان، بعدش زنگ زدم تانسل اومد دنبال. خب از کرم خبر داری؟ هرچی زنگ میزنم جواب گوشیشو نمیده. نگران نباش مامان گلتن، جوونه دیگه میاد، زنگ زد ازمون اجازه گرفت، نگرانش نباش. خب خدا رو شکر. دیر شده، با اجازه من برم. شب بخیر پسرم. شب بخیر، فردا میبینمت. یه سوال ازت میپرسم، اما راستشو بگی، قول میدی؟ قول. تو حرفای من و بابا بزرگتو شنیدی؟ از کی اونجا بودی؟ نه، فقط خوابم نمیبرد. طبیعیه، چون اولین باره که از بابا جدا میخوابی، تازه با وجود اتفاقای امروز. اما باز خوبه که پروفسور پیشمونه، مگه نه؟ پروفسور اصلا ازم جدا نمیشه. میدونم. ببین چی میگم، درسته بابات الان پیشمون نیست، اما اگه بخوای میتونیم برای یه روز با هم مادر و پسر باشیم. نظره چیه؟ ببینم تو بلد قصه بگی خاله نسلی ها؟ نمیشه گفت، اما بخوای به خاطر تو سعیمو میکنم. عمو زفر و بابات برمون پیغام گذاشتن، میخوای بشنوی؟ جغد باهوش از وسط جنگل داد میزنه، میگه به اون شیره که فکر میکنه سلطان جنگله، بگین دارم میام تختشو ازش بگیرم. کل جنگل جغدو تشویق میکنه،
زنده باد جغد باهوش، زنده باد جغد باهوش. و بعد از سالها تو جنگل یه جنگ بزرگ را میفته، جنگ عقل و قدرت. فکر میکنی کی برنده شد؟ آفرین، درست فهمیدی، عقل. جغد باهوش از شیر برنده میشه، چون قدرت گاهی خیلی خطرناکه. همیشه یه چیزی هست که از چشم دور بمونه، اما عقل خورشیده، هر جایی هم باشه دور و برش رو روشن میکنه، همه چی رو میبینه. تو جنگل هم همین اتفاق افتاد. خلاصه این که جغد باهوش با عقلش خورشید و عبرد تو اون جنگل تاریک. این کمد چی شده پسرم؟ نمیدونم استاد، به خدا کار من نیست. اصلا به خواهم نمیتونی. من منظورم اینه که خبرداری کار کیه یا نه؟ نمیدونم استاد، وقتی میرفتم نبود، حتما امروز صبح شده. شاید اون دیشب. درد میکنه، بد جوری زدی عزیزم. این چه جور تمرینی آخه؟ فردا با استاد یامان حرف میزنم، انقدر بهت فشار نیاره دیگه فرات. ایلول، باید بچه رو بندازی. من قبل از تمرین با دکترت حرف زدم، بهم گفت برای سلامتیت این کار بهتره. نمیتونم فرات، به خاطر جونم هم میدم، اما تو رو خدا اینو ازم نخوا. یه شانس بهمون بده، به خودت، به من، به پسر عزیزمون. هیچی نمیشه، بهم اعتماد کن. ایلول، دکترت گفت حاملگی نمیذاره درمونت ادامه پیدا کنه. اگه بلایی سرت بیاد چی؟ میدونم، میفهمم، اما به هر قیمتی شده میخوام این بچه رو به دنیا بیارم. اینو منم میخوام، از خدام عزیزم. میدونی که این بزرگترین آرزوی منه، اما وقتی پای سلامتی تو وسط، آرزوی من چه اهمیتی داره؟ تو پیش من باشی، من نبوده بچه رو تحمل میکنم. فرات، من یه عمر گوشه یتیم خونه با گریه خوابم برده، همش با خودم میگفتم مامان بابام چرا منو ول کردن و رفتن. حالا خدا میخواد یه بچه بهم بده. کاری که اونا با من کردن من با بچه هم بکنم. هرچی هم بشه ازش دست نمیکشم. ایلول، گوش کن، دکترت گفت شاید تا زایمانم دووم نیاری. اگه بلایی سرت بیاد چی؟ من طوریم بشه تو هستی. وقتی تو هستی من از هیچی نمیترسم، حتی از مردن. فرات بهم قول بده، قول بده اگه بلایی سر من بیاد بچه‌مون اصلا سرزنش نمی‌کنی. عشق تو به من با عشق اون یکی می‌کنی، محکم‌تر بغلش می‌کنی، همیشه مراقبش هستی. بهم قول بده. باشو، برو رخکن رو تمیز کن. درزم کمدم درست کن. اگه مثل روز اولش نشه از دست مزدت کم میکنم آقا پسر. پاشو ببینم، یالا پاشو. زفر ده پاشو دیگه، تمرین داره شروع میشه، من میرم، تو روی بچه ها کار میکنی. پاشو، بر رو بر نگاه میکنه. آه. آه.
بابا آخه بابا آخه کله سری کدوم توفیه میاد اینجا بوکس کار کنه بابا آخه. ای بابا. صبح خیر استاد، کی شروع میکنیم؟ کوفت زهر ما رو استاد سفر. صبح خیر. کله سر اومده انگار فردا مسابقه جهانی داره کوه گوشت. صبح بخیر صبح بخیر. مشکه اومده اینجا برای من صبح خیرم میگه. نسلی نسلی دخترم پاشو. استاد یامان صبحونه آماده کردین؟ صبحت بخیر دخترم. فکر کنم من هنوز خوابم چون اینو فوقش تو خواب بتونم ببینم. ای نمک نشناس، مگه تا حالا واسه صبحونه درست نکردم ها؟ راستش بعد از سالها میتونم بگم اولین باره. بله باز وراجی کردی؟ این چیزه، شازده رو بیدار کن تخم مرغش سرد نشه. شازده؟ نسله. باشه باشه الان میرم، فوری عصبانی نشو رفتم. شازده. یه بار دیگه بگی شازده میام ها، پدر سوخته. از دست تو. صبح بخیر خوشتیب گنش. داری چی کار میکنی؟ این جبار را کجا پیدا کردی؟ زیر تختت بود، پیش جورابم پیدا کردم. عصبانی شدی؟ نه اصلا عصبانی نشدم، اما ببین عزیزم، نباید بی اجازه به وسایل بقیه دست بزنیم. باشه؟ عکس بابامو توش دیدم، اما دیگه هیچی ندیدم. به خدا راست میگم. ببینم گنش، تو بلدی بخونی؟ بلد نیستم، فقط بلدم اسممو بنویسم، اونم بابام یادم داده. باشه گنش جون، بابا بزرگ برامون صبحونه حاضر کرده، منتظرمونه. صبحونه میخوری؟ آخ قهرمان جون، اون دستا برای مشت زدن به رقبا آهنی شدن، نه برای له کردن در کمد. جریان بهزیستی به گوشم رسید. متاسفم، اما این مشکل هنوز یه راه حلی داره، یادت که نرفته. خودتو خسته نکن کادو، دور رینگو خط کشیدم. آخه کی گفت بری تو رینگ پسر؟ پولی که با یه سال اینجا جون کندن در میاری تو یه شب در میاد. بابا من حرفم یه چیز دیگه است، مبارزه قفسی ها میگم. میفهمی چی میگی؟ میخوای برام دردسر درست بشه؟ بابا دردسر کجا بود؟ اگه چیزی بود که برا دردسر شه من میومدم تو رو بکشم تو این کار. قفقاز کلی پول تو این کار هست، لامصب خیلی باحاله. یه مسابقه میدی، بعد کی میتونه بچه تو از دستت بگیره پسر؟ من بیکار نمیمونم، یه جای خوابم جور کنم کسی نمیتونه پسرمو ازم بگیره. ببخشیدا ولی به این راحتیام نیست رفیق. قفقاز یه قرون دوزار که نیست بابا، خونه بگیر
وسایل بگیر، آرامش بچه رو ردیف کن. وضعیت استاد یامان معلومه دیگه، اینجا رو با قسط و قرض میگردونه. بابا 3 ماه یک قرون نذاشته کف دستمون، خبر داری؟ یه مسابقه، فقط یه بار یه مسابقه میدی، پولو میذاری تو جیبت، بعد دیگه محتاج هیچ جهدی نمیشی. نمیخواد قفقاس، یکم به حرفان فکر کن، یه بار. نه کدو تمومش کن، برو برو، یه بار. بابا کرم، کرم اومده. الو تانفل. صبح بخیر عزیزم، کرم پیدا شد، الان رفته باشگاه. نگهبان زنگ زد خبر داد، منم دارم میرم پیشش. خدا رو شکر. باشه من الان میام میبینمت. باشه فعلا خدا. بابا من میرم باشگاه تانسل، اگه مامان بگذاری من زنگ میزنم بهش میگم. خیلی دوستت دارم بابا جون. شازده چرا سوسیس تخم مرغتو نمیخوری؟ خوشت نیومد؟ آخه گشنم نیست. پسرم این یه صابونه معمولی نیست، این صابونه قهرمان هست. آره واسه باباتم میپختم، با ملچ ملوچ میخورد، با غذای مقوی و کلی تمرین، آخرش هم قهرمان شد. تو هم چند لقمه بخور خوبه. نمیخوام، بابام هنوز چی نخورده. بابام بدون من غذا نمیخوره، سب میکنه پاشم بعد. خاله نسلی ها بهزیستی یعنی چی؟ دولت از هممون مراقبت میکنه گنش جون، اونو میگن. هممونو نگفتن، انگار فقط از من مراقبت میکنه. نه اینطوری نیست، یه اشتباهی شده بود، اما بعدش درست شد، پاشدن رفتن دیگه، خودت هم که دیدی. ولی اون عمو بازم میاد. کدوم عمو؟ اون عمو که باباش مرده، باباش با بابا مبارزه کرده بعدش هم مرده. بابای اون عمو. نمیاد عزیزم. چرا باید بیاد؟ همش سر بابا داد میزنه، دوستش نداره. تو بیمارستانم داد زده بود، گفت ازش متنفره. منم ازش خوشم نمیاد، ازش میترسم. بابا صبحتون بخیر کرم خان. صبح بخیرمو. دیشب گذشتی رفتی، من مجبور شدم جورتو بکشم. شرمندمو. شرمندمو همین؟ چی میخوای بگم؟ منتظری چی بشنوی؟ لغمایی گنده تر دهنت برمیداری، بس داری که صبر منم حد و اندازهی داره کرم. اصل همو ورداشتی بری یارو رو بزنی بکشی، تو فکر کی هستی؟ مافیا؟ یه چیز لحظه ای بود، همه چی رو سرم خراب شد. با همو آکفم حرف زدم، خونم به جوش اومد. تو با آکف حرف زدی؟ آره امو. خب چی بهت گفت؟ واقعیت ها رو گفتی که. کدوم واقعیت ها کرم؟ این که قفقاز عمدی رفته رو رینگ، با وجود هوله یه مشت دیگه هم زدی، عمدی هم زدی، بابامو کشتی، هممون میدونستیم. اما
از شنیدنش خونم به جوش اومد. چی کار میکنی امو؟ دیگه این باشگاه نمیای کرم. چی گفتی؟ گفتم تو هم شنیدی، دیگه حتی واسه دیدن منم نمیای این باشگاه. یعنی داری بیرونم میکنی؟ به خاطر خودته. راجب بوکس حق با عمت بود، تو امروزم گذاشتم بیایی که خشمتو خالی کنی، اما هرچی میگذره بیشتر خودتو گم میکنی کرم. دیگه وقتشه بری سر درس و مشقت یه راه دیگه پیدا کنی. تو منو نمیشناسی امو، حتی یه بارم نشستی ببینی چه جوری کار میکنه. خب نتونستی توجه همو جلب کنی. یه چیزی بهت بگم امو، میرم، مشکلی نیست، یه سالون دیگه پیدا میکنم که منو باور کنه. به این راحتی هم نیست کرم. از این به بعد فقط به دستگاه بوکس توی شهر بازی میتونیم مشت بزنیم، اونم تا وقتی من بذارم.